که نه در درست داره نه هم جایی برای درس خوندن، خرابه است. کدوم دولتی هم نیست اینجا که از اینجا دیدن کنه یا کمک کنه. کدوم مسته همین تو خرابه است. بچه ها طفلا همین روی خاکا همینجا درس میخونن. بله بله شما صحبت بکنید، من نمونه ام دولت ها هستم فرضیه ده من قبول نمیکنم. شما ولی سلام بگو ورا کی. سلام علیکم. معلم صاحب پیشین اینجا که شما میبینین جلگه مزار است که در فاصله 200 کیلومتر کوه نشین کسی نکرده. اینها سرک ندارن، مکتب ندارن، شفاخانه ندارن و دکتر ندارن، هیچ نوع ارتباطی در مراکز ولایت خود به ولسوالی هم ندارن. روی امو خیمه علیکم. امو رو خیمه علیکم. فقط دو خیمه ای که در بغل امی تپه شما میبینین به شکل بسیار این قسمت ما به طرف دره آس میرین. نازنین مکتب، دخترهای نازنین، اول تر از همه برای همه شما سلام و احترامات خود از صمیم قلب تبریک میگیم. در ثانی خدا را هزار بار شکر که شما این زمینه بعد از سالهای جنگ و انقلابات، دوران جنگ و جهاد، کشتار، زمینه فعلا برای شما مساعد شد که شما با مکتب آده شدید. این مکتب قریه سیادره مربوط جلگه مزار است که به تعداد 150 نفر شاگرد هم از دختر و پسر که شما میبینین در روی زمین، در روی خاک، در روی سنگ نشسته هستند و آرزو دارن که مکتب بخونن، ولی هیچ نوع شرایطی برای پیشبرد درس مساعد نیست. نه کتاب، نه کتابچه، هیچ چیزی از امور تحصیلی در اینج دیده نمیشه. تمام مردم و بزرگان قوم همه حاضر هستن که اطفال خود در مکتب بتن، ولی با کمال تاسف که ما معلم‌های تحصیل کرده و با مسلکی وجود نداره. به تعداد 4 نفر معلمینی که در این قریه حاضر شدن که با سواد هستن همه اطفال تا برای فعلا درسایشان به پیش ببرن. ما از تمام ارگانهای خیریه و حقوق بشر ملل متحد تقاضا میکنیم که به همه منطقه دور افتاده از شهرها، دور از تمدن که سرک وجود نداره، شفاخانه وجود نداره، هیچ چیزی از زندگی وجود نداره، لطف کنن برای ما یک امکان پیشبرد مکتب و درس در اینجا مساعد بسازن. از توجه همه شما تشکر. زندگی خوش برای همه شما. ما تا آخرین امکان سعی خواهیم کرد که به خاطر سهولت در کار شما یا لااقل مساعد ساختن زمینه تحصیل و مکتب برای شما در هر نقطه جهان به تمام مؤسسات و سازمان‌های خیریه صدای شما را برسانیم، حتی به سازمان ملل متحد، بی بی سی و تمام ارگان‌های خیریه جهانی. خدا کنه که دلشان به حال همه اطفالی که پای لوچ سر لوچ به روی زمین نشسته هستن بسوزه و رحم انسانی خود برای ما بکنن. از توجه همه شما تشکر. چون که وقت کمه، گزارش ها بسیاره. مایان از دیگه مردم هم بگید. از همه مقدم تر این مجلسی پرشکور را با عموماً اقوامی عزیز تبریک گفته و تهنیت عرض می نمویم. بعدا از کاکای محترم عبدالغفور خان توجه عمیق داریم که به این اطفال دور افتاده از ولایت و اولسوالی ها که هیچ نوع توجه از حکومت نشده و امید نداریم که بشوه توجه خود را جلب جذب نماید که خدای متعال به توجه اینها اطفال مایان را و درس و تدریس اینها موفق شده.